یک دو سه چل چل پله میره زیر زمین، این پسر کوشاک نازنین با یک اراده آهنین، دستور دکتر توره. آفرین. هستن اینجا چند دوست دل نشین، میخوان برن روزی روی زمین، یاد میگیرن هر روز درسی شیرین، دوستی و دانش داره صد تمرین، میخوان باشن یه روزی بهترین. بازم اومدیم اول داستان. سر سایه اینا دعواشون شده، حالا چل پله بریم زیر زمین ببینیم که چه خبر. بابا چه دکتر تور سرخوشی، گمونم داره فکر میکنه، ولی خب به چی هنوز نمیدونیم. کیه؟ بیا تو. دکتر تور، طرهای قدیمیتون از انبار آوردم، کجا بذارم؟ بذارشون روی میز پسرم. این طرهای قدیمی رو برای چی لازم دارین دکتر؟ پسر جان، واسه یه دانشمند زبده مثل من هیچ طرهی قدیمی نمیشه. تو سر من طرح و ابتکار همین جوری پرپر داره میزنه. امروز یاد روزایی که بچه بودم در دلم شکوفه زده، میخوام واسه بچه های چرخ و فلک مخصوص اختراع کنم، کیف بکنن. جدی؟ حتما بچه ها خوشحال میشن. خب منم هستم، از کجا شروع کنیم؟ نه دست دستی هست، تو برو به بقیه کارا برس. یه چرخ و فلکی بسازم، چل چرخ و چل پنجره، جونم چل چرخ و چل پنجره. تفلی بچه، چه دستار کوشای دل شکسته ای. آره عیب نداره، نوبت دستاری تو هم میرسه. آخه من یه آدم کاملم، کلی تجربه علمی دارم، اون وقت یه دست مکانیکی میخواد به جای من یه چرخ و فلک بسازه؟ اون دست دستی همه کاره کاخ آرزوهای علمی منو یه دستی خراب میکنه. چیه؟ کیه؟ ویژی به من میگه سباش. باز شروع شد. میگه من بهش دردی نمیخورم، میگه من رو هوا ولی بال نمیزنم، میگه صدام بده. مگه من صدام بده؟ مگه نگفتم هر وقت ویزی حرفای بد میزنه بهش گوش نده؟ آخه میاد دم گوشم وزوز میکنه، میگه من رو فوت کن، میرم هوا ولی نمیدونم تا کجا، میگه گردوله از من بهتره. کوشا تو منو بیشتر دوست داری یا گردوله رو؟ راستشو بگو دیگه. باشه راستشو بگو. من هر دوتونو دوست دارم، هیچ فرقی برای من ندارید. پس چرا من دلم میخواد گردوله نباشه من باشم؟ چون باز حساس شدی، ویزی حساست کرده. من رو هوا، گردوله رو زمینه، اون ترمز داره من ندارم، اون خوشگله من بیریختم. کی گفته؟ همه خوشگلن، هر کی قشنگی خودشو داره. من به ویزی ویز ویزو گفتم از این حرفای بد نزن. چرا امروز خوب نیستی ها؟ ناراحتی؟ من نه، حالم خوب نیست. دکتر تورم منو دوست نداره. میگم نکنه تو هم مثل من بیریختی ها؟ مطالعه میکنی؟ کلیک. حیف که قدرتون نمیدونن، این زیپی با اون قیافه درختیش لای کتابم باز نمی کنه، ولی برعکس تو خوب حرف میزنی. مگه من کلیک بد حرف میزنم؟ تو افتضاحی دوست من. هی کلیک کلیک، عکس که نمیگیری، قرار حرف بزنی. همین زیپی رو ببین. دیدی؟ همش میگه کلنجک کتاب نمیخونه، فقط کتابو باز میکنه و ادای خوندنشو در میاره. من کلیک ادا در میارم؟ ببین چه همیشه خودشو شیرین میکنه. یاد بگیر. تازه بهت میگه تلخک. چرا توپمو پرپر کردی؟ تلخک خودتی کلیک، خودت شیرین میکنی. بچه آخه مگه مریضی تو؟ چرا همه رو به جون هم میندازی؟ میخوام همه رو ناامید کنم که خودم خوب بشم. آخه این کاره؟ کی اینجوری حالش خوب میشه؟ بالاخره هر کی توی این دنیا یه چیز خوبی داره. بادکنک مهربونه ولی من نیستم.
حالا اینجا کتاب خونه ولی من نیستم. من ای چیز خوبی ندارم، واسه همین همه رو بد میکنم. بد تو بد شه هیچکی نفهمه من بدم. ای بچه رودار، ویزی مگه بهت نگفتم دو به هم زنی نکن؟ باز همه رو به جون هم انداختی که. من که چیزی نگفتم. دروغم میگی؟ خب فقط میخواستم انتقاد کنم، آخه حوصله‌ام سر رفته. میخواستم سرگرم بشیم. به این میگن سرگرمی؟ وقتی تورچرخ و فلکشو بسازه تا همه رو با هم آشتی ندی نمیذارم سوارش بشی. چرخ و فلک؟ بله، تو دیگه واقعا تنبیه بشی که انقدر دو به هم زنی نکنی. همینجا تنها بمون، به کارای بدت فکر کن. آها، ببخشید الان دارین به کارای بدتون فکر میکنین؟ خب بالاخره همه چی خوب باشه که نمیشه، یکم ناراحتی هم لازمه. خب فکرم تموم شد. آچار بنداد، تکاشو بده، پیچ به پیچون برقی رو بده. دکترم که اصلا تو یه عالم دیگه است مثل خودشه، نمیدونه اصلا چه خبره، چی شده؟ منو بگو اومدم اینجا دستیار علمی بشه. باز برگشتی سر خط؟ خب دستیار دیگه. نه، دستی دستیاره. من فقط باید به کارهای دیگه برسم، کارهای غیر علمی. دیگه چیه؟ مگه نگفتم به کارهای بدت فکر کن؟ فکر کردم تموم شد. پس مشکلت چیه؟ مشکل اینه که من میخوام به من توجه بشه. در دنیا اونقدری که باید به حشره ها توجه نمیشه. من دارم یه جورای عقده‌ای میشم، یعنی شدم. دو به هم زنی هم واسه همین زیاد شده. لطفا به دکتر بگو یه کاری کنه همه از صبح تا شب به من توجه کنن. منم میخوام دکتر تور به من توجه کنه، ولی نمیام بقیه رو با هم به دعوا بندازم. خب پس تو هم مشکل داری، مثل من به بقیه حسودیت میشه؟ نه، حسودی خوب نیست. ولی حسودیت میشه. خب یکم ولی. آخه پس دیگه با هم دیگه همدردیم. بذار بهت توجه کنم تا حالت خوب شه. به دکتر تور حسودیت میشه، میخوای دانش اون مال تو بشه. زره؟ نه؟ نه، فقط میخوام دکتر تور بذاره تو ساختن چرخ و فلکش من دستیارش بشم. ولی تو وقتی که اون دستی همه کاره هست، دکتر به من میگه تو برو به کارهای دیگه برس. پس من کی از دکتر تور کار یاد بگیرم آخه؟ اگه من جای تو بودم نمیذاشتم یه دست پنج انگشتی جای منو بگیره. نه نه نه، تو گوش من با بزدزاد ناامیدم نکن، حسودیمو بیشتر نکن. ببین اون فقط یه دست، عوضش تو دو تا دست داری. تو دو تا چهار دست. تو باید با دکتر چهار دستی اختراع کنی. باید به دکتر تور ثابت کنی دست کی بهتره. اگه الان نجام بیز، اون وقت اون دست بی سر و پا. آخ 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 آخ، این ویزی حسودی کوشا رو هم قلقلک داد. ای داد بیداد. آره اصلا من باید جای خودم رو پس بگیرم. آخیش وقت نهاره. دستشی تا من نهار بخورم و برگردم اصلا استراحت نکن، فقط کار کن. آفرین دست خوب. کوشا خان، داری سوسکی را میری؟ میخوای چیکار کنی؟ ها بگو. بیچاره دسته، مغزم نداره بفهمه چه خبره. حالا نشونت میدم که دیگه جای منو نگیری. کنترلت از مدار خارج میکنه. ای وای دم. آره ببینو، عجب بساطیه. حالا من میدونم و تو یه دسترسی خود شیری. نابه ایلا، دعوا برقی شد. اینجا هم که قهر بازاره، خیلی بد شده اوزا. خرخفی، چرا همه با هم قهرن؟ باز شدن ویزی بازیش گرفته. بها
پس باز دوباره ویزویزی تو گوش همه وزوز کرده. تو قیقان حیف شد، چون من داشتم براتون چرخ و فلک می ساختم که سرگرم شین، ولی حالا که با هم قهری دیگه فایده ای نداره، خوش نمیگذره. منو بگو چه یاد روزای کودکی بی خود تو دلم شکوفه زده بود. ویزی این منفی بازی ها چیه؟ من چون حالم خوب نیست بایدم بد باشم دیگه. خب چرا خوب نمیشی؟ بعد همه دور هم یک خانواده خوشحال علمی باشیم ها؟ بده؟ بد که نیست، ولی من این چیز خوبی ندارم به هم توجه بشه، همش به من توجه نمیشه. من بگم کار خوب بلد نیست. کلیک حشرگی بیفایده بد، نمش نیش میزنه، وزوز میکنه، مرض داره. نه اصلا نظر علمی قبول ندارم، دیگه نمیتونم تحملت کنم. بچه داره دود میکنه، خاموشش کن. با پس چی؟ هر موجودی فایده داره، مهمه. ویزی هم فوایدی داره که هنوز کشفش نکرده. مثلا چرا انقدر تاریک شد؟ کلیک من بگم شب شد، برق رفت. من بگم ویزی چراغونی شده، محتویه. من شبتابم. دیدین گفتم هر موجودی بالاخره یه هنری داره. خب ویزی بیا راه روشن کن تا من جعبه فیوز رو پیدا کنم. لابد دستسی درل رو روشن کرده، فیوز پریده. واقعا خیلی قشنگ شدی. آره بافتابیه. آره بیچاره دستسی تسلیم شده، نگاه کنیم. پسر جانم جنگ شدی. من راستش دکتر، من میخواستم کمک کنم، آخه من دستیارتونم، اون فقط یه دست خالیه. چشم علم و دانش روشن، لابد این ویزی تو گوش تو هم وزوز کردی، میخواستی دستسی منو از کار بندازی؟ آخه همش همه کارا رو دستسی میکنه، من فقط باید به کارهای دیگه برسم. خب معلومه پسر، تو مغز داری، احساس داری، تو باید به کارهای مهمتر برسی دیگه. دستسی که نمیتونه به بچه ها درس بده، کمکشون کنه، مراقبشون باشه، زبون نداره، شعور نداره، فقط کارهای دستی میکنه. دستسی بیشعوره؟ خب بله دیگه، دسته بیچاره مغز که نیست. خوشا حسودی کرده؟ فقط یکم، آخه منم میخوام تو کارهای علمی به دکتر کمک کنم و چیز یاد بگیرم. اولین چیزی که باید یاد بگیری همکاریه پسر. در علم و دانش جایی برای جنگ و دعوا و ریخت و پاش و فیوز پروندن نیست. ببخشید دکتر تور، خودم همه چیز رو جمع میکنم، اشتباه کردم، وزوزی منو ناامید کرد، نباید به حرفش گوش میدادم. حرفای من دیگه خوبه، من نوری هستم در تاریکی، ستاره روشنی بخش. چی میگه؟ من بگم ویزی شب تابه، تو تاریکی چراغونی میشه. برک پرید، کلیک فهمیدیم. من شب تابم، از نظر علمی خوب شدم، من خورشید عالم تابم، خیلی مهم، من چراغ قوه شبهای تارم. چراغ رو خاموش کنین براتون رقص نور بشم. حالا یکی این ویزی رو بگیره دیگه، با این شبتابیش یه موجود مفید در تاریکیه. فقط یکم خود شیفته است بچه، که شاید اونم همین روزا درست باشه. ما هم بریم که باز برگردیم.